بیستم مهر ماه 1397 خورشیدی، این حساسیت پدر من در برد، ببخشید. بله، بیستم مهر ماه و دوازدهم اکتبر 2018 میلادی. امشب در صفحه آخر با آقای رسول بداغی گفتگو میکنیم، از اعضای تأثیرگذار کانونهای صنفی معلمان سراسر کشور و بازرس کانون صنفی معلمان تهران. 7 سال ایشون زندانی بوده. یه دست شاخصترین معلمان ایران که سابقه خدمتشون در آموزش پرورش اغلب حدود 30 ساله، بالای 25 ساله، به هر حال یا زندانیان یا در تبعید، از جمله محمود بهشتی لنگرودی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران، با حکم 14 سال زندان. محمد حبیبی با حکم 10 سال زندان و 74 ضرب شلاق. اسماعیل عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان، با حکم 6 سال زندان. اسماعیل عبدی، دبیر ریاضی، مربی و دیپلمه فدراسیون جهانی شطرنج هم هست و برای چندمین باری که افتاده زندان و الان داره 6 سال زندان چه به اصطلاح میگذرونه. تقدیمی این هفته به مناسبت روز جهانی معلم که جمعه گذشته بود 13 مهر به خانواده معلمان زندانی. همه دوستان و معلمین بزرگوار که معلمان من هم هستن، روز جهانی معلم رو به همه دوستان تبریک میگم و امیدوارم که به همه مطالبات بر حقتون برسید. مسیر برها طولانی، خسته نشید. چرا رسول بداغی با حدود 30 سال تجربه کار در آموزش و پرورش و همه اطرافیانش میدونن، خودش بارها گفته که عاشق آموزش ابتدایی است، عاشق درس دادن به بچه هاست و بهترین دوره زندگیش زمانی است که در کوهدشت به دانش آموزان دختر و پسر درس میداده و به شیوه خودش، البته یعنی اینا رو باهاشون ورزش میکرده، تفریح علمی میبرده. چرا این آدم که دغدغش آموزش درست و پرورش درست بچه های این مملکت، چرا باید بیفته زندان 7 سال؟ این آدمی که سالها عضو کانون صنفی معلمان ایران بوده است و لااقل بخشی از دغدغش تأمین معیشت معلمان بر اساس وضعیت موجود جامعه، موجود اقتصادی جامعه است، چرا باید بیفته زندان و دغدغش این باشه که آسیبی به خانوادهش یه وقت اطلاعاتی و امنیتی ها نرسونن؟ عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای فلاحتی و همه بینندگان و شنوندگان عزیز. من رسول بداغی هستم، متولد 1346 از کوهدشت لرستان. خب من از اولش دوران ابتدایی به معلمی خیلی علاقه من بودم و همیشه آرزو داشتم معلم باشم. خیلی شرایط دانشگاه برا من فراهم شد، اما به خاطر علاقه به معلمی فقط رفتم تربیت معلم و یک رشته رو انتخاب کردم، اون هم معلم ابتدایی بود. بالاخره من میدونستم قبول میشم دیگه، اصلا دنبال اینکه به اصطلاح قبول شدم یا نه نرفتم، یک سره رفتم نام نویسی کردم تو دانشگاه دانشکده تربیت معلم هاشمی نژاد تهران، تو اوین درکه است. اونجا رفتم دیدم خیلی مقرر، صبح زود ساعت 4 یه بلندگویی رو روشن کردن. شب اولی که ما اونجا بودیم، ما 2 نفر بودیم، یه لرستانی دیگه تو اتاق ما بود، نصف شب بود، یهو دیدیم یه غوغایی شد که اصلا ما متوجه نمی شدیم این غوغا چیه. از خواب پریدیم، در رو که باز کردم دیدم فشاری اومد از بیرون، این در رو هل داد به طرف داخل. در رو باز کردیم،
صدا و نور آنچنان یه نورافکن بزرگی با یه بلندگوی از این خیلی بزرگای قدیمی که مثل بشکه نفت میمونه، اینو روبروی سالن ما با یه نورافکن کنارش، ما اصلا دوباره برگشتیم در رو به هر شکلی شد دو نفری بستیم. یه مدتی پشت در واسطیم گفتیم چه خبره، دوباره در رو آهسته باز کردیم، یواش رفتیم بیرون، از دیدیم آقا این یه باند بلندگویه که ما اصلا متوجه نمیشیم از بس موج این صدا خیلی وحشتناکه. ما رفتیم اون طرف بلندگو، گفتیم چه خبره چی شده، ما همه از هم میپرسیدیم، تازه وارد بودیم هممون اولین سالمون، چی شده آقا چه اتفاق؟ گفتن آقا اذانه. ما گفتیم آخه اذان اینطوریه مگه آدم برای نماز خوندن اینطوری باید بیدار بشه؟ اصلا ما وحشت کردیم. خب ما رفتیم اونجا گفتیم آقا چیزه، دیدیم که، گفتم حالا اشکال نداره، این ما 6 چهار صبح یه سری از استادای اون دانشسرا رو هم آورده بودن اونجا، تو نماز جماعت به زور میگفتن باید شما حتما نماز جماعت بخونید، نمیشه اصلا کسی اینجا نماز جماعت نخون. گفتیم حالا باشه، من به خاطر علاقه ای که به باشگاه داشتم، چون تو کوه داشتم تمرین تکواندو کرده بودم، دوست داشتم، رفتیم یه جایی دنبال باشگاه تکواندو پیدا کردیم، برگشتیم لباسامون رو پوشی چیز تو ساک گذاشتیم بریم بیرون، دم در نذاشتن. گفتن کجا؟ گفتیم باشگاه میخوایم بریم. گفت باشگاه باید نامه بیاری از اونجا که تو میری باشگاه و برمیگردی عین سرباز خونه. گفتم نه آقا دیگه این جا جای من نیست. رفتم بهشون گفتم که آقا من پروندهمو میخوام برم. پرونده رو دادن، ما رفتیم اصفهان. بله، البته این تکواندو دفاع شخصی بعدن تو زندانم گاه به درد این معلم میخوره. یه دقت‌هایی داره و یک طنز زیرپوستی داره همیشه تو صحبت کردنش آقای رسول بوداغی، که حالا در طول این برنامه هم در این حالی که آموزنده صحبت‌های ایشون و بی تردید بخشش دردناک هم هست، ولی لذت هم خواهید برد. باری اولین پرونده حراستی که برای رسول بوداغی عرضه میشه در واقع به ایشون در اصفهان به دلیل حرف زدن و مقاله خوندن برای دانشجوها یا برای بچه ها. یه روز ما رو احضار کردن به اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان. ما رفتیم گفتیم چه خبره؟ چی شده؟ اصلا تا اون موقع من نمیدونستم مثلا حراستی وجود داره در آموزش و پرورش. گفتن آقا شما مقاله خوندید و حرفایی زدید. گفتم خب متن مقاله رو خوندن و جلو من گذاشتن، دیدم بله مطلب خودمه، اصلا کپی گرفته بودن. گفتم بله اینا مال منه. گفت امضا کن مال شماست. گفتم باش، امضا کردم دادم بهش. چند تا برگه بود. خب تو مراسم صبحگاهی تربیت معلم خونده بودم. گفتم خب باش. گفتن آقا تکرار نکن وگرنه برات بد تموم میشه. گفتم باش. ما اومدیم دیگه تکرار نکردیم حقیقتش. خب من چون علاقه داشتم به معلمی نمیخواستم اونجا منو بیرون کنن واقعا. رفتیم برگشتیم تربیت معلم و اینا، یه مدتی گذشت و ما فارغ التحصیل شدیم، اومدیم دیدیم این بار گزینش مرکزی استان لرستان ما رو احضار کرد. رفتیم اونجا گفتیم چه خبره؟ گفتن آقا شما پرونده دادید. گفتم پروندم چیه؟ گفت مقاله خوندی، نمیدونم انضباطت تو تربیت معلم 8 شده. گفتم خب 8 شده، حالا چیکار کنم؟ گفتن شما باید یه مرحله عقیدتی رو بگذرونی. آقا ما گفتیم حالا اخراج میکنم، بذار بریم. ما رفتیم 10 روز دوره بگذرونیم، یه جایی بود به نام تربیت معلم آیت الله کمالوند خرم آباد. اونجا دیدیم یه عده اومدن نماز به ما یاد بدن. گفتیم آقا ما نماز بلدیم. گفتن نه باید یاد بگیرید. گفتم باش. ما پیگیر نشدیم، 10 روز عقیدتی رو پشت سر گذاشتیم اومدیم. دیگه بعد از 7 سال من رسما شدم معلم آموزش و پرورش. تا اون 7 سال من آزمایشی بودم مثلا. حالا پیش از این یا همزمان احتمالاً با این حراست بازی
مدارس کوهدشت لرستان که آقای بوداغی سالها در اونجا درس داده برای ایشون پرونده ها ساخته بودن، بدون اینکه بدونه خود ایشون. اینو مخصوصا تاکید میکنم چون موضوع مهمی است، از این نظر که مدیران مدرسه میشن جاسوس دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی، طبیعتا نه همه مدیرها، حال استثنایی هم هست. چرا میشن جاسوس دستگاه امنیتی و اطلاعاتی یه همچین نظام حکومتی؟ هم چون جذب ساختار این نظام مقدس میشن، هم چون میخوان خوش خدمتی بکنن برای حفظ شغل و ترفیع اداری و اینکه همه جای دنیا هم هست متاسفانه. یکی از نتایج وحشتناک حکومت های نوع فاشیستیه که رفتارهای حکومت تبدیل میشه به رفتارهای مردم. حتی بعضن مردم ناخودآگاه میشن شکل حکومت، نوعی از همکاری مردم با حکومت در واقع همینه دیگه. توی آموزش و پرورش کوهدشت که بودیم من هیچ دو سالی یه مدرسه نبودم. چرا؟ چون دائم با این مدیرا من بگو مگو داشتم. کمک به مدرسه اولین چیزی بود که من باش مخالفت می‌کردم. به ما معلم ها میگفتن، یه لیست میدادن میگفتن پول از دانش آموزا بگیرید و بیارید مدرسه بدید. من به هیچ عنوان پول از دانش آموزا میگفتم اصلا قبول ندارم این برنامه رو که از دانش آموز پول بگیرید. این طفل معصوم چی داره که شما برید ازش پول بگیرید؟ این هزینه زندگیش هم رو دوش پدر و مادرشه، شما میخواید باز ازش پول هم بگیرید؟ خلاصه نگو هر سال یه پرونده برای من درست شد، هر سال یه پرونده برای من درست شد. دیگه توی کوهدشت کمتر مدیری مایل بود که من تو مدرسهش باشم. چرا؟ چون نقد میکردم، انتقاد میکردم به مدیر، بعدش در خیلی برنامه هاش موافق نبودم، با معلم ها در راجب مسائل متفاوت بحث های گوناگون صحبت میکردم. یکی از دوستان ما که هم روستایی خودمون بود، مدیر مدرسه بود، حالا نمیخوام اینجا اسمشو بگم، این برای من نوشته بود ضدیت با اصل نظام، نظام ولایت فقیه و دفاع از آیت الله منتظری. خب اینا رو کی من متوجه شدم؟ سال 88 که اومدم وزارت اطلاعات، من برد 209 اونجا گزارش جلو دست من، هر سال یه گزارش، هر مدیر یه گزارش. خب اینا همه داخل کادر آموزشی وزارت آموزش پرورش اتفاق میفته ها. از چه زمانی شما وارد فعالیت های صنفی میشین که به حقوق همه معلم ها و بسا دانش آموزان خارج از این کادر، یعنی معیشت معلم ها و مسئله کلاس های درس، مسئله تعداد دانش آموز در کلاس غیره و غیره مربوط میشد؟ از حضور شما من از سال 1381 با قلم معلم آشنا شدم. اون موقع آقای خاکساری مدیر مسئول و صاحب امتیازش بود. چند شماره از این هفته نامه به دست من رسید، خوشم از مطالبش اومد. یه سری شماره تلفن روش نوشته بود که شماره تلفن آقای محمود بهشتی و آقای محمد خاکساری بود. من با محمد خاکساری فوراً به محض اینکه اطلاع پیدا کردم خب چیز هستن، فعالیت صنفی میکنم، من باشون تماس گرفتم. اونا به من یه نشانی دادن توی تهران که اون موقع به اصطلاح دوران خاتمی بود، یه جایی رو شهردار تهران بهشون داده بود توی خیابان ورشو، سازمان تشکل‌های مردمی، یه پارکی بود و یه ساختمانی. خب ما هفته‌ای 2 ساعت اونجا به ما وقت داده بودن، به اونا وقت داده بودن که بشینن صحبت کنن. یه آقایی هم بود از نیروی انتظامی می اومد اونجا می نشست کنارشون. خب ما رفتیم اونجا با اینا آشنا شدیم. آقای محمد خاکساری اون موقع هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران بود، آقای بهشتی هم بود دبیر کل کانون بود، دبیر کانون بود. خب آقایانی مثل پوروسوق و عرشبت حضور شما
علیرضا اکبری و نورالله اکبری و آقای رضا نهضت و که بعدها دیگه آقای رضا نهضت پست گرفت تو وزارت آموزش و پرورش مشاور وزیر شد. از اون موقع من با این دوستان آشنا شدم و فعالیت هامو شروع کردم، دیگه به عنوان یک عضو، نه به عنوان هیئت مدیره، به عنوان یک عضو در جلساتشون به طور مرتب شرکت میکردم، یعنی هر هفته میرفتم. خب من اومدم اون موقع وبلاگی من درست کردم برای فعالیت‌های صنفی خودم و مطالبی که به ذهنم میرسید. اونجا خبر معلم‌ها رو هم میزدم، دستگیری‌ها و به اصطلاح تحریرها و ارعاب‌ها و خاطرات و همه اینا رو من اونجا میزدم. یه تجمعی انجام شد در جلوی مجلس، اون موقع آقای کروبی رئیس مجلس بود، فکر کنم 83 بود، 82 83 بود، اونجا ما شرکت کردیم، اونجا شرکت کردیم، من اونجا دستگیر شدم. اون شاید بزرگترین تجمع و تظاهرات معلمان سراسر کشور بود، بیش از 20,000 معلم آماری که رسما منتشر شد تظاهرات کردند و ده ها معلم جلو مجلس بازداشت شدند و همون نیمه شب هم همه آزاد شدند. یک سال بعد در مجمع عمومی کانون صنفی معلمان ایران آقای رسول بداغی به عضویت هیئت مدیره کانون برگزیده میشه. نزدیک به 50 نفر کاندیدای هیئت مدیره و بازرسان بودن. من اونجا گفتم که اولین کاری که میکنم، من اگر هیئت مدیره باشم پیشنهاد میدم به اعضای هیئت مدیره که یه تابوتی بسازیم پر از قلم و کاغذ و خودکار و کتاب‌های دوران دبیرستان و راهنمایی و ابتدایی رو پر بریزیم داخلش، ببریم خاکش کنیم تو بهشت زهرا. اینا کشتن آموزش و پرورش رو و ما خاکش کنیم دست کم، نذاریم جسدش رو زمین بمونه. بعدش هر هفته یه روز بریم اونجا فاتحه آموزش و پرورش رو بخونیم و برگردیم. یک پیشنهاد من اینه. پیشنهاد دیگه، باید یه سایتی بزنیم که کلیه اخبار معلم ها رو که دستگیر میشن، احضار میشن، حرفاشون، مقالاتشون، شعراشون و همه چیز رو اونجا به اصطلاح جمع‌آوری کنیم. خب من اونجا تو تهران اصلا کسی منو نمیشناخت، تو اسلام شهر منو میشناختن، من معلم اسلام شهر بودم. چهارمین رأی رو من آوردم اونجا. خب اومدیم، من یکیشو که اصلا پول قبل من چیزی گفته بودم، چون با تهران آشنایی نداشتم اون موقع، اومدم پرسیدم ما حقوقمون مای حدود 130,000 تومان بود، بعد دیدیم قبر 600,000 تومنه، یعنی هممون حقوقامون رو میذاشتیم رو هم، پول یک قبر رو نمیتونستیم تهیه کنیم. واقعا آموزش و پرورش در ایران امروز جنازه ایست که باید دفن بشه، یعنی امکان اصلاح و مداوا و بهبودش نیست. اینا چیزی از آموزش و پرورش نذاشتن دیگه. واقعا آموزش و پرورشی که ارسطو میگه معلم ها نگهبانان فرهنگ و تمدن یک ملت هستند. اینها فرهنگ و تمدنی که باید از طریق معلم ها به نسل آینده منتقل بشه، اینا نابود کردند. هیچی برای فرهنگ، برای انتقال این فرهنگ و تمدن و اخلاق ایرانی و اخلاق انسانی منتقل نشده. الان فرهنگ دروغ و فریب و نیرنگ اینها به نسل آینده منتقل شد. اینها در آموزش و پرورش علاوه بر اینکه همه چیزو سیاسی کردن، اون سیاستی که اخلاق هم توش نیست، چه ورزش رو، این سیاست بدون اخلاق وارد هر حوزه‌ای بشه، چه ورزش باشه، چه علم باشه، چه دین باشه، چه آموزش و پرورش باشه، این سیاست بدون اخلاق نابود کننده است. نه تنها هیچ کمکی نمی‌کنه، بلکه نابود می‌کنه. اگه وارد ورزش بشه، ورزش رو نابود می‌کنه. اگه وارد ارشد دین بشه، دین رو نابود می‌کنه. حالا اینا به راحتی آموزش و پرورش رو تبدیل به یک نهادی کردن که در خدمت سیاسته، نه سیاستی که در خدمت آموزش و پرورش باشه. حالا این
بحث سیاست با اخلاق خوب یا سیاست با اخلاق بد، این بحث رو فعلا بذاریم کنار. تو مرکز رو همین وضعیت معلم ها، این سلطه سیاست بی اخلاق در آموزش و پرورش یا به طور کلی سیاسی کردن آموزش و پرورش در واقع، این یعنی چی؟ منظور چیه؟ در تمام دروس آموزش و پرورش، چه ادبیاتش، چه تاریخش، چه دینش، اخلاقش، همه چیزش به یه جایی ختم میشه که به اصطلاح به تقویت پایه‌های ولایت فقیه و تقویت پایه‌های دین حکومتی میانجامه. شما در داستان‌های ببینید، کتاب‌های دوران ابتدایی باید فلسفی باشه اما به زبان کودک. شما وقتی یه داستانی رو توی ابتدایی میبینید، این داستانی که روایت شده یه هدف فلسفی رو دنبال میکنه، اما با زبان شعر یا با زبان داستان قصه. خب این ماهیت اون درس هست، ماهیت اون داستان هست. اینا ماهیت رو جوری تنظیم میکنن که به استقرار به اصطلاح خرافه پرستی بیانجامه. ببینید یکی دو تا مثال بزنید اگه ممکنه که چجوری مسیر درسی کتابای آموزشی مدارس میشه در واقع هدف این مسیر میشه تقویت دین حکومتی و ولایت فقیه. یکی از مثالهایی که من میتونم بزنم، یه داستانی بود در زمان رژیم گذشته که ما میخوندیم به نام به اصطلاح آسیابان. این داستان تفکر فلسفی رو به کودک منتقل میکرد به زبان داستان، نه با به اصطلاح اصطلاحات فلسفی پیچیده. به زبان داستان تفکر فلسفی رو به دانش آموز منتقل میکرد. چی میگفت؟ یه فردی یه گندم بار یه خری میکنه، اینو میبره یه روستای دیگه که آردش کنه. بین راه این خرش رو گم میکنه، بعد میره پیش بچه های محله و یه روستایی میپرسه بچه ها، میبینه یه عده بچه جمع شده اونجا، میگه بچه ها شما خر منو ندیدید؟ همه میگن نه. یکی میگه من یه چند تا سوال از اون مرده میپرسه، میگه که خری بود که بارش گندم بود؟ میگفت میگه بله. آها درسته. میگه یه پاش میلنگید؟ میگه بله بله میلنگید. چشم راستش کور بود؟ بله بله. خب کجا دیدی عزیزم اونو؟ میگه من ندیدم. میگه پس چرا نشانه هاشو میگی؟ میگه نه، من نشانه هاشو ندیدم این خر. میگه خیلی خب، میرم پیش حاکم شهر. خب اون میره شکایت این بچه رو میده، بچه رو با خودش میبره. بعد اون حاکم میپرسه که پسرم چجوری نشانه هاشو میگی اما این خر رو به اصطلاح میگی ندیدم؟ میگه من دیدم کنار جاده یه مقداری همینطوری که میرفته گندم ریخته، من پی بردم که این به اصطلاح بار یه چیزی بوده. کنار سم این خر سمت چپش یک کمتر تو زمین فرو میرفته اما سمت راستش بیشتر. فهمیدم که پای چپش لنگ بوده که کمتر فرو رفته تو خاک. بعد علف‌های سمت چپ رو کمتر خورده، فهمیدم که چشم چپش نابیناست. به این تفکر، حالا در اینها اون کتاب رو برداشتن، اون کتاب رو برداشتن، اومدن یک کتاب، یه داستان، یه قصه دیگه ای آوردن. قصه چی بود؟ قصه اینطوری بود به نام کاکولی. کاکولی چی میگه؟ کاکولی میگه یه توی این جنگلی که ما هستیم یه فیلی زندگی میکنه که این فیل درختای جنگل، چی، لانه های ما رو که بالای درخت هاست رو میخوره، ما بیایم چیز از بین ببریم. کاکولی رفت بالای یه بلندی برای برای گنجشک های دیگه سخنرانی کرد و گفت که من سر این، ما عده‌ای بالا بالای سر این فیل حرکت میکنیم، میریم جلو به سمت چاهی که اونجا هست، این فیل رو میبریم که بیفته توی اون چاه. خب ببینید کاکولی علامت داره دیگه، یعنی چیزی رو سرشه، کاکول داره، برتر از دیگرانه. دوم میره روی بلندی،
این کاملا هدفمند این داستان رو، منبر رو میخواد توضیح بده. اون کاکولی همون عمامه اینا رو میخواد توضیح بده. آموزش و پرورش رو هدف سیاست خودشون، یعنی آموزش و پرورش رو کودکان این جامعه رو وسایل و ابزاری میدونن در خدمت خودشون. آقای احمدی نژاد یه سال رفت شیراز سخنرانی کنه، دانش آموزان فسایی رو 40 تا دانش آموز رو توی یه مینیبوس 17 نفره جا داده بود. ماشین مینیبوس تصادف کرده بود، 2 نفر از این کودکان کشته شده بودند، 7 نفر دیگه زخمی، 2 نفر قطع نخا. من پیگیر اینها بودم، با خانواده های اینها تماس گرفتم، گفتن آقا لطفاً با ما تماس نگیر، ما به شدت تهدید شدیم، نمیتونیم حتی یک کلمه بگیم. ببینید این در خدمت سیاسته. شما میبینید هر جا اینا میرن سخنرانی میکنن دانش آموزا رو میبرن، اصلا این خلاف تمام قوانین دنیاست. دانش آموز کودکه، حق ندارید شما با دانش آموز این کارو بکنید. این هنوز تفکرش شکل نگرفته، نمیدونه برای کی سینه میزنه، تو اینو مجبورش میکنی برای خودت سینه بزنه. یک جنبه از مشکلات معلم‌ها و دانش آموزان ایدئولوژیک بودن آموزش و پرورش، همین توضیحی که آقای رسول بداغی دادن. جنبه دیگرش تبدیل شدن مدارس به بنگاه‌های پولی و سودجویی عده خاص بدون نظارت دولت. آیا می شود گفت که این هم از مشکلاتی است که بی‌توجهی جمهوری اسلامی به معیارهای جهانی آموزش باعث شده؟ اصل 3 قانون اساسی به صراحت گفته دولت موظف است کلیه وسایل آموزش و پرورش رو تا پایان دوران متوسطه به طور رایگان در اختیار دانش آموز، در اختیار جوانان و نوجوانان قرار بده. خب اینا دقیقاً بزرگترین قانون شکن ها هستند. سالانه بالغ بر 20-30% از آموزش و پرورش میره زیر نظر بخش خصوصی. اولا اینکه بخش خصوصی کاملا تجاریه، یعنی به کیفیت آموزش و پرورش اصلا توجه نداره. ببینید در تمام دنیا هر چیز یه استانداردی داره. آموزش و پرورش، کلاس درس، تخت سیاه، میزان نوری که در کلاس باید باشه، فاصله معلم تا دانش آموز، فاصله دانش آموز تا تخت سیاه، میزهایی که روش میشینن، تمام استاندارد داره. یعنی میزان نور کافی استاندارد داره. اندازه کلاس باید 5 متر در 7 متر باشه. تعداد دانش آموزان هر کلاس باید بین 12 تا 16 نفر بیشتر نباشه. الان ما کلاس 40 نفره داریم. این واقعا معلم دیگه هیچ کاری نمیتونه بکنه به جز مراقبت. ببینید آقای بداغی، الان صحبتی که کردین بخشی از این صحبت‌ها رو لااقل، آیا همین ها بوده است که شما در کلاس‌ها می‌گفتین و احیانا در، یعنی بر دانش آموزا و یا در مقالاتون می‌نوشتین و یا مثلا در قلم معلم منتشر می‌شد یا جای دیگه؟ و منظورم اینه که شما رو به دلیل همین حرفایی که الان می‌زنین در همین برنامه، به دلیل همین نقد‌هاتون گرفتن انداختن زندان؟ دلایلی که منو گرفتن، اولا این که من توی کلاس از این صحبت‌ها داشتم. یه روز یه دانش آموزی، من تو کلاس داشتم صحبت می‌کردم، دیدم از میز آخر یکی از میز کناری اومد یه پسگردنی زد پشت گردن یه دانش آموز. گفتم چرا می‌زنی؟ درست نیست، این الان امانت دست من. گفت آقا نمیدونی داره چیکار میکنه. گفتم چیکار میکنه؟ گفتن که داره صحبت‌های شما رو با موبایل ضبط میکنه. من موبایل رو ازش گرفتم، دیدم لای کتاب رو پاره کرده، جلدش رو گرفته روبروی من و سوراخ کرده، اون یه جلو دوربین، جلو لنز موبایل رو سوراخ کرده. دیدم، نگاه کردم، کاملا صحبت‌های منو ضبط کرده بود. بهش پس دادم، گفتم عزیزم اشکال نداره، ما همه جا این صحبت‌ها رو کردیم، برای ما که نون نشد، شاید برای شما یه روغن نباتی چیزی یا 2 ماه از سربازیتون رو کم کنن. این سرش رو انداخت پایین، گریه کرد. بچه ها بهش گفتن خجالت. 1 سال گذشت، من تو
خیابان داشتم میرفتم با موتورسیکلت، دیدم یهو یکی خودشو پرید وسط، گفتم وایسادم حال، گفتم دیدم همون دانش آموز، گفت آقا اینو بسیج به من گفته تمام صحبت‌های بوداغی رو ضبط کنید. اتهاماتی که در اونجا به من وارد کرده بودن 17 تا مصادیق جرم بود، یعنی اتهام دو تا بود، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی که یک سال زندان داشت، و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، اینم یه اتهام. حالا اون 17 مورد که به عنوان مصادیق جرم نوشته بودن، اونا چی بود؟ اونا رو تا اونجا که میشه توضیح میشه داد؟ حالا ما داستان داشتیم با همه اینا. مصادیقش اینجا درست بود که دانش آموزان رو من براشون توضیح داده بودم که آقا شما حقوقتون این نیست، شما نباید پول بدید به مدرسه، شما نباید در یک اتاقی درس بخونید که 40 تا دانش آموز هستند، شما اصل 30 قانون اساسی اینطوری. حالا اینا اتهاماتی بود که به من زده بودن، و به خصوص کتاب دینی اینها و تاریخ اینها سراسر مجعولاته. این آقای ولایتی کتاب تاریخ رو نوشته، الانم برید بخونید ببینید. من نمیدونم این کجا تحصیل کرده، چجوری اسم خودش رو گذاشته دکتر، به خودش اجازه میده در حالی که نه تاریخ خونده نه تحصیلاتش تاریخ نیست، ولی اومده تاریخ نوشته برای ارشد دانش آموزان دبیرستانی. حالا اگر یک تاریخدان میرفت پزشک میشد، آیا بازداشتش نمیکردن؟ خب تو انقدر نمیفهمی آقای ولایتی که تخصصت در این نیست، تو پزشک کودکان هستی، میای تاریخ اونم برای دانش آموزان مینویسی؟ خب اینا خلافای آموزش و پرورش کاملا محرزه، یعنی آموزش و پرورش نیست، این سیستم ولایت فقیه داره آموزش داده میشه، نه آموزشه نه پرورشه. خب یکم پیش بریم کرونولوژیک به اصطلاح، شما رو سال 1385 باز جلو مجلس در تجمع معلم ها میگیرن، سه سال حبس تعلیقی براتون میبرن، و سال 87 هم یعنی دو سال بعد دوباره میگیرنتون و دو سال حبس تعلیقی دیگه براتون اضافه میکنن. از سال 88 هم که زندان نگرتون داشتن در واقع، و کلش شد 7 سال زندان، پروندهتون هم که دست قاضی صلواتی است اساسا، بگید اول چقدر انفرادی بودین تو این دوره ها؟ من در سال 1385 یه بار 17 روز انفرادی بودم، در سال 1388 20 روز انفرادی بودم. در طول این بازجویی ها می گفتن که کانون صنفی معلمان غیر قانونیه، گفتم این اصلا همچین چیزی نیست، انتخاباتی که ما برگزار کردیم با حضور وزارت کشور بوده، خانم اندوهگین و آقای ناظری از طرف وزارت کشور اونجا نظارت کردن بر صحت انتخابات ما، تایید کردن، فتوکپی شناسنامه ما رو خواستن، عکس ما رو خواستن، به عنوان هیئت مدیره بردن اونجا، پرونده هست، ما کاملا قانونی هستیم، مجوز داریم. گفتن نه ما اطلاعاتی ها اینها رو قبول نداریم. گفتم وقتی شما دوتا حکومت هست چه گناهی به گردن ما هست؟ این گناه ما نیست، این گناه شماست که دوتا حکومت هستید، یکی حکومت وزارت کشور، یکی حکومت وزارت اطلاعات. خب اینا گفتن تو با این زبون درازیات 6 سال زندان داری. منو بردن یه زیرزمینی، تهدید کردن که یه جایی بود که خون ریخته بودند و نمیدونن دیوارشو از این چیزا زده بودن، فیبر بهش میگن چی، از این فیبرا چسبونده بودن، فیبرا رو خونی کرده بودن، چاله چوله کرده بودن. بعد 4 نفر رو آوردن از این آدمهای هیکلی یوغور، گفتن یه تنابی رو آوردن انداختن اونجا با یه چماقی. گفتم ببین این سوسول بازی ها برای من لور به درد نمیخوره، اینا من با اینا از مواضعم عقب نشین نمی کنم، به شما هم هیچ ربطی نداره. گفتن اینجا شکنجت. گفتم غلط میکنید منو شکنجه کنید، شما بزنید منم میزنم.
خب این شد که دیگه گفتن خب تو دیوانه ای دیگه، همه جا به من میگفتن تو دیوانه ای. گفتم باشه هر جور شما میگید من دیوانم، شما هم قاتل آدم کشید. خب ما رو از اون زیرزمین آوردن بیرون، آوردن بیرون گفتن برو دیگه تو. گفتم قاضی هست اونجا؟ گفت قاضی غلط میکنه، قاضی سگ کیه، هرچی ما اینجا بنویسیم همونه. خب همین حرف رو که قاضی کیه خود آقای صلواتی هم تو دادگاه گفت، گفت بوداقی به والله به تلاه نمیدونم به چی حکم از قبل نوشته شده، من کاری نیستم، فقط باید امضا کنم. گفتم خب امضا نکن تو. گفت نه نمیتونم. گفتم نمیتونی؟ چرا نمیتونی؟ تو هم از خود اینایی، تو هم یه اطلاعاتی هستی که نمیتونی. نکن امضا نکن آقا. آقای رسول بوداقی 6 سال زندان بود از سال 1388 تا 1394. قبل از اینکه 6 سال محکومیت تموم بشه یه پرونده دیگه درست میکنن واسش که آزاد نشه. 6 سال زندان من که تموم شد داشت دو ماهش مونده بود، دیدیم دوباره منو صدا زدن بیا مراجع قضایی. ما رفتیم مراجع قضایی، یه شخصی بود به نام آقای امین ناصری که گفت خواهرم هم معلمه. بعد اون ایشون منو تفهیم اتهام کرد، خودش گفت میدونم شما بیگناهید. گفتم همه میگن میدونم بیگناهی، بازجو میگه میدونم بیگناهی. بعد از بازجویی با من روبوسی میکنه، میگه منو ببخش من میدونم بیگناهی. قاضی صلواتی میگه منو ببخشید میدونم بیگناهی. اون کسی که میاد مسئول عملیات دستگیری منه بعد از اینکه منو تحویل میده میگه ببخشید میدونم تو بیگناهی، اما ما ماموریم و معذور. خب من خودم اومدم، زندانبان میگه ما میدونیم شما بیگناهی. منو تفهیم اتهام کرد، ما رو بردن انفرادی سپاه، بهش میگن دو الف. اونجا دو الف که بردن دیگه ما اونجا 7 ماه انفرادی بودیم. ببینید خانواده منتظرن این دو ماه آخر 6 سال یه جوری تموم بشه، زندانی بیاد بیرون دیگه، تموم نمیشه. انگار حکومت جایزه میده به زندانی که محکومیتی که براش بریده کشیده این زندانی، حالا باید بهش جایزه بده، هم به خودش هم به خانوادهش. میگه بیا برو 7 ماه دیگه انفرادی بکش، از موقعی که میخوای آزاد بشی باید آزاد بشی، بعد از تموم شدن دوره محکومیت 6 سالت. به چی بنده این حکومت که اینقدر از اهل فرهنگ و فکر میترسه؟ منو همیشه تهدید میکردن. چرا؟ میگفتن تو توی هواخوری یادگاری مینویسی. من مینوشتم، اسماعیل عبدی رو هم آورده بودن اون زندان، من دیدم نوشته عبدی، من نوشته بودم رسول بوداقی، بعد دیدم زیرش نوشته عبدی، بعد براش نوشتم اسماعیل تویی؟ بعد رفتیم با هم، نمی آوردن هواخوری، به نوبت می آوردن. بعد فرداش رفتم دیدم نوشته بله بوداقی من، آوردن اینجا. گفتم خیلی حالا ما رو بردن دوباره. گفتن آقا یادگاری نوشته تو و اسماعیل عبدی، ننویس. گفتم من نمی نویسم، اینا از قبل نوشته شد. گفتن تعهد بده نمی نویسی. گفتم باش، تعهد دادم ننویسم. بعد فرداش دوباره اومدم نوشتم. یه دعوایی داشتیم اونجا هم، دائم با من درگیر بودن. اسماعیل رو دیده بودم، سلام داده بودم یه تصادفی، من چشمبندم رو می زدم بالا، گوش نمی کردم هرچی اینا می گفتن، چشمندتو بیار پایین. دوربین بود، همه جا دوربین. هواخوری دوربین بود، راهرو دوربین بود، حمام دوربین بود، دستشویی دوربین بود، تو سلول ها دوربین بود، توی به اصطلاح بازجویی ها، همه جا رو دوربین کاشته بود. ببینین همه جا دوربین بود. همینجا یادتونه این پرانتز رو بکنم، مرگ استاد محیط زیست کاووس سید امامی که همه رو بهت زده کرد، همه مراجع قضایی، سازمان زندان ها، وزارت اطلاعات، مجلسی ها، همشون گفتن که استاد 10 دقیقه رفت دستشویی و چون دوربین تو دستشویی نیست نمیدونیم چی شد، بعد که رفتیم دیدیم فوت کرده. یادتونه دیگه چقدر جنایت میشه تو این زندان ها و بیرون زندان. البته خب آیا سوال، آیا چیز مشخصی، خواسته مشخصی داشتن بازجوها
که این رفتار رو میکردن. حالا از جزئیات شکنجه ها بگذریم که عرض میکنم خدمتتون، به بیننده های عزیز عرض میکنم که جزئیات شکنجه هایی که در زندان ها شده ما در فایل جداگانه نگه داشتیم و هر کسی دیگری، هر دوست دیگری، هر فعالی که فعال سیاسی، عقیدتی، صنفی، نویسنده، هنرمند که در زندان بوده است در این مدت، به ویژه در این 10-15 سال اخیر و که کمتر درباره شکنجه ها صحبت شده، میتونه با ما تماس بگیره. همینجا بگم که ما داریم یک فایلی، یک مجموعه از این شکنجه ها رو جمع‌آوری میکنیم با در واقع صحبت خود کسانی که شکنجه شدن در زندان. اینها رو در هر برنامه ترجیح دادیم که منتشر نکنیم و بذاریم همه رو، به هر حال کار داریم با کسانی که شکنجه میکنن و با جمهوری اسلامی ایران در این زمینه حقوق بشر. باری سوالم این است که چه خواسته ای داشتن بازجوها؟ آیا مثلا میگفتن اعتراف تلویزیونی باید بکنید یا نمیدونم خواسته هاشون مشخصا چی بود؟ در نهایت آخرین بازجویی ها روزهای آخر بازجویی من تو دو الف، اینا سه تا خواسته از من داشتند. یک، بیا بگو که $10,000 بد میدیم از این کشور برو، فلانی و فلانی و فلانی رو ما $10,000 بهشون دادیم، هر کدوم رفتن به شکلی که سربلندانه هم رفتن که اصلا فکر نکنن به اصطلاح براشون از لحاظ اجتماعی افت نداشته باشه. گفتم دزدها باید از مملکت ما برند، من هرگز از این کشور نمیرم. گفتم دومیش چیه؟ گفتن اینه که از رهبر عذرخواهی کنی. گفتم چرا من باید از رهبر عذرخواهی؟ مگه من چه کار کردم؟ من به هیچ عنوان همچین کاری نمی کنم، چون کاری نکردم که از رهبر عذرخواهی کنم. سومین خواسته این بود که متنی رو بنویسی و کانونهای صنفی معلمان رو غیر قانونی اعلام کنی. گفتم سال 88 من اینو از من خواستن ننوشتم، رفتم به خاطر همین که این جمله رو ننوشتم 6 سال زندان کشیدم. اگه اینو می نوشتم دیگه 6 سال زندان نمی کشیدم. در ضمن کانونهای صنفی کاملا قانونی هستند، شما بی قانون هستید که اصل 30 قانون اساسی رو زیر پا میذارید، اصل 26 و 27 قانون اساسی رو زیر پا میذارید، اصل 30 قانون اساسی، 38 قانون اساسی که شکنجه ممنوع است رو زیر پا میذارید، حقوق زندانی رو، حقوق مردم رو زیر پا میذارید. شما بزرگترین قانون شکن ها هستید. تازه طبق ماده 10 آیین نامه احزاب، تشکل ها فقط باید اعلام موجودیت بکنند، این کافیه، دیگه نیازی به مجوز دولت نیست. ما که دولتی نیست. NGO یعنی چی؟ یعنی تشکل غیر دولتی. خب تشکل اگه ما به مجوز شما نیاز داشته باشیم، به بودجه شما نیاز داشته باشیم، دیگه غیر دولتی نمیشیم، دولتی میشیم. این خواسته ها رو در پایان 6 سال به من دادن و گفتن خب حالا اینا رو قبول نمی کنی 3 سال دیگه باید بری زندان. خب حکم اخراج شما رو از آموزش پرورش سال 90، 1390 اومدن تو زندان دادن دستتون. زندگیتون رو در این سالها چجوری تأمین کردین و تأمین میکنین الان؟ خب اینا توی 88 که من تو انفرادی بودم دائم به من میگفتن که تو مجبور میشی همه خواسته های ما رو قبول کنی، مجبور میشی که سکوت کنی، مجبور میشی که قانون های صنفی رو غیر قانونی اعلام کنی، مجبور میشی که دیگه فعالیت صنفی نکنی. خب من باورم نمیشد. بعد یک روز تلفن زدم پنجشنبه به خانومم، به خونه زنگ زدم، خانومم گفت حقوق ما رو قطع کردن. رفتم حقوق بگیرم، یک کارت داشتیم اون موقع، میرفتیم از باجه کارت حقوق میگرفت. خب بعدش حقوق ندادن، گفتن رفتم اداره، گفتن ایشون حقوقش رو بستن نمیدن. من اونجا دیگه ناراحت شدم، خیلی خیلی ناراحت شدم.
خب داشتم تو خونه توی زندان روی تخت توی هواخوری دائم به این فکر میکردم که همه ی حرفایی که اونا میگفتن منظورشون این بود که حقوق منو قطع کنن و من همه ی خواسته های اونها رو بپذیرم. داشتم با خودم حساب میکردم که دیگه من با فعالیت های صنفی باید خداحافظی کنم. یک هفته من شاید باور کنید 5 کیلو کم کردم از وزن بدنم. خب خیلی خیلی لاغر شدم، همش غصه میخوردم. بیشتر از زندانم به فکر این بودم که دیگه من باید به خواسته های اینها تن بدم. پنجشنبه شد دوباره زنگ زدم به خانومم، گفت به دوستان همدان، معلمای همدان اووردن 1,000,000 تومان تحویل ما دادن، گفتن یک کارتی هم دادن که ماهانه من برم از بانک 1,000,000 تومان پول دریافت کنم به جای حقوقم. خب اینجا من دیگه بال در آوردم واقعا از خوشحالی، خیلی خوشحال شدم، خیلی خوشحال شدم به خاطر اینکه دیگه من دستم و پیش آموزش و پرورش دراز نمی کردم، دیگه از مواضعم عقب نشینی نمی کردم. خب اینو ترجیح می دادم در واقع. در واقع این برا من بهتر از این بود که درست محتاج معلمای دیگه بودم، ولی اونا همکار من بودن، خودشون هم خوشحال می شدن به من کمک کنن. بعدش هم دستم و پیش اینها دراز نمی کردم. خب از اون تاریخ تا امروز دائم داره به اصطلاح معلمای خودجوش ماهانه اول 1,000,000 تومان بود، بعد به مرور شد 1,500,000، 2,000,000، الان طبق حکم یک معلمی که به اصطلاح شاغل هست به من حقوق 3,000,000 تومان میدن. الان هم 9 ساله، 7 سال تو زندان بودم، الان هم 2 ساله آزاد شدم، 9 ساله معلم ها دائم به من کمک میکنن. خودجوش حمایت از معلمان آسیب دیده یک صندوق متفاوت از صندوق کانون های صنفی معلمان. البته باری چند تا بچه دارین؟ خانواده چند نفر از آقای بوداغی؟ من دختر بزرگم متولد 76، 22 سالشه، دانشجوی دانشگاه دولتی شریعتی دختر، فنی حرفه‌ای شریعتی مال دخترانه تو تهران، خانیاباد تقریبا. دختر من اونجا تربیت بدنی میره، قبول شده امسال. بعد 2 تا دختر دیگه دارم که دوقلوان با هم به دنیا اومدن، بعدش اینا کلاس 6 ابتدایی هستن. بعد کلن خب دیگه ما با این 3,000,000 تومان زندگی میکنیم که خیلی هم دنبال کار هستم. البته خب خیلی کارا رو نمیخوام برم، یعنی نه خودم رو برتر بدونم، ولی بعضی خیلی کارها رو اینا قبول نمیکنن. چیز میخواد به اصطلاح عدم سوء پیشینه میخواد که من سوء پیشینه برام، سوء پیشینه مؤثر زدن، حتی رانندگی تاکسی هم بهم نمیدن، ون هم رفتم بگیرم نمیذارن پشت ون هم بشینم، میگن شما سوء پیشینه دارید. هر شبت حضور شما هر کاری رو من میرم به طرفش، اینا که مجوز بخواد چیز سوء پیشینه، عدم سوء پیشینه بخواد نمیدن به من. خب خیلی کارا رو من قبول نمی کنم، چون اینا به اصطلاح شاد میشن از اینکه من به کارایی که در به اصطلاح کارایی که نمیدونم بگم، شأن من از شأن کارگرا به هیچ وجه بالاتر نیست، ولی مثلا به دست فروشی من به هیچ عنوان نمی پردازم. من اینا رو ممکنه یه جایی برم دانش آموزای من ببینند و من اخراج شدم از آموزش و پرورش، حتی اگه گرسنه هم باشم هم به این کار نمی پردازم، چون اینا خوشحال میشن در واقع، میگن ببین رفته. برای اینا کسر شأن، از دید خود من نه، ولی از دید اینا این کارا کسر شأنه. مثلا خواستای کانون صنفی معلمان ایران رو میشه جمع‌بندی کرد به طور خلاصه که چی هستن؟ ما بر این باور هستیم که آموزش و پرورش فعلی نمیتونه اهداف والای انسانی رو به اصطلاح محقق کنه.
در این حال نمیتونه دانش آموز رو فردی در پایان تحصیلات، در پایان دوران تحصیل فردی بار بیاره که به اصطلاح یک فرد مستقل باشه، یک فردی باشه که بتونه زندگی کنه. در واقع آموزش و پرورش در پایان دورانش چیزی به دانش آموز یاد نمیده. یک سری محفوظات ذهنی هست، حتی الان که کاردانش و فنی حرفه‌ای رو هم آوردن، هم به علت این که به علل زیادی از جمله معیشت پایین معلم ها دانش آموزان چیزی یاد نمیگیرن. بعدی، خواسته بعدی ما ارتباط با اصناف دیگه هست. کانون های صنفی باید در راستای گره خوردن به سایر اصناف فعالیت کنه، اما فشارهای حکومت، تهدیدها و ارعابها و زندانهایی که خودتون میدونید، 7 سال زندان داریم، 8 سال زندان داریم، 10 سال زندان داریم، 15 سال زندان داریم، خب تبعید داریم، انفصال از خدمت داریم، اخراجهای زیادی داریم. حالا چون من فقط اخراج شدم، رسانه ای شده، خیلی از معلم ها رو اخراج کردم که اصلا صداش در نمیاد. اینا همش اجازه نمیده که حتی ما فعالیت کنیم، تا چه رسد به این که با اصناف دیگه به اصطلاح همکاری کنیم. توی چشمانداز ما هست اگر به اصطلاح یک کم فضای باز سیاسی باشه با سایر اصناف همراهی کنیم. بله، بسیار 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 سپاسگزارم از آقای رسول بوداغی، بازرس کانون صنفی معلمان تهران و عضو قدیمی کانون صنفی معلمان سراسر کشور. شنیدین دیگه، نکات بسیار مهمی در این گفتگو بود که البته بخشی از گفتگوهای یک معلم نمونه کشور بود. اونا معلم های نمونه دارن، ما معلم نمونه داریم. بریم پرده آخر را سیزود. حدیث داره، امام صادق فرمود خروس نمیگه قوقولی قوقو، میگه اذکر الله یا غافلی، وقت نماز شد اوی غافل پاشو مارو نماز. میگه اذکر الله یا غافلی. شب و روزگار خوش.